هالک علیه گوست رایدر. یه نبردی که خیلی میتونه نزدیک به هم باشه و حتی خفن به این دلیل که جفتشون خیلی نزدیک به همن و تو ماکسیمم قدرت و پاور خودشون یه چیزی درست میشه که میتونه برای بشریت هم تهدید ساز بشه. یو رفقا چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدیدی من مت هستم. اینجا چنل دیو. آقا همونطور که میدونید از تامنیل و تایتل مشخصه، امروز اومدیم هالک علیه گوست رایدر مقایسه کنیم. فکر کنم از دو تا ویدیوی اخیری که از کامیکای هالک دادیم متوجه شدید که کامیکای هالک خیلی سطح بالایی داره و هالک رو توی MCU ضعیف نشون دادن و واقعا کاراکتر قدرتمند و نامیراییه. اونجایی که توی کامیک آخری هم که از هالک دادیم دیدید که کل انسان ها تو جنگ جهانی سوم مردن و تنها گونه ای که زنده موند روی زمین خود شخص هالک بود و هیچ کس دیگه زنده نموند. پس از قدرت هالک بدونید که اینقدر قدرتمنده و گوست رایدر هم که همتون میشناسید یه فرد جهنمی که نامیراه و خیلی قدرت مختلف و بالایی داره از جمله تسخیر روح و بقیه قدرتاش که به اونا میپردازیم. حالا به رسم هر ویدیو یه سری المان رو قرار بررسی کنیم که اونا رو براتون میخونم. قدرت فیزیکی، قدرت ذهنی، سرعت، دوام در برابر عوامل مختلف، هوش، تجربه، طول عمر، خشم و شجاعت و سلاح هستش. بدنش معطلی میخوام سری بپردازم به اصل ویدیو و همین دیگه. لیتس گو. خب اولین آیتم هستش قدرت فیزیکی. به نظرتون کی میزنه؟ گوست رایدر یا هالک؟ باید بهتون میگم که 100% هالک میزنه. شاید بگید وات؟ فیزیک گوست رایدر خیلی قویه، زورش خیلی زیاده و نامیراه. همونجور که میدونید هالک هم نامیراه و اگه بخوام فقط بهتون یه منبع بگم که از این موضوع مطمئن شید، ویدیو آخری که راجع به هالک دادیم هستش که میتونید ببینید. هالک رسما نامیراه و اینجوری نمیمیره اگه که عوامل طبیعی باشه، روی کره زمین باشه و اینجوری نمیمیره. همینطور گوست رایدر هم نمیمیره. حالا میرسه به بحث قدرت زور که 100% هالک میزنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه هالک توی کامیکا یه منطقی داره. چیه اون؟ اینه که هالک هر چقدر عصبی تر بشه قدرتش بیشتر میشه و این عدد به مکسیموم بی نهایت هم میتونه برسه. چیزی نیست که از خودم در بیارم و نه، کامیک فنه هالک میدونن. این توی کامیک ثابت شده که هالک هرچی عصبی تر دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. یعنی اگه به مکسیموم عصبانیت برسه طوری که حتی میشه گفت ازش قوی تره، دیگه اصلاش نمیرسه و هالک اونو میزنه جرواجر میکنه. پس به همین دلیل قدرت فیزیکی میرسه به هالک. آیتم بعدی قدرت ذهنی هستش که خب 100% میرسه به گوست رایدر. هالک ذهن خیلی قوی نداره و بارها دیدیم تو کامیکا که جادوروش تاثیر میذاره و یک چیزی که خیلی تاثیرگذاره رو ذهنش و با اون تونستن ویلن شکستش بدن، مرگ بتی یا همون همسرش هستش که واقعا از کوره در میره، کار احمقانه میکنه که واقعا قدرت ذهنشو بیاره پایین. از اون طرف هم گوست رایدر تسخیر روح داره که یه جورایی میشه گفت قدرت ذهنیه و طرف رو با یه چشوشش بازی میده و رسما تو قدرت ذهنی گوست رایدر یکی از کاراکترها خیلی قوی هستش به خاطر این ابیلیتی و این آیتم میرسه به گوست رایدر. آیتم بعدی آیتم سرعته که باید بهتون بگم که خیلی نزدیک به همه. نه اصلا نزدیک به هم نیستش. باید بهتون بگم که هالک تو مکسیموم سرعتی که رفته 600 مایل بر ساعت بوده که رو حالت عادی هم 300 مایل بر ساعت میره، ولی گوست رایدر 10000 مایل بر ساعت سرعتشه و موتورش خیلی سرعت زیادی داره و تو کامیکا خیلی معروفه. آقا نهید بگید اینا رو با پیاده با هم مقایسه کنیم، مسخره است دیگه. مثلا مونو بیا سرعت فلشو بذارید کنار، خوشو عادی مقایسه کنید، نمیشه دیگه. گوست رایدر پس شد 10000 مایل بر ساعت و هالک توی مکسیموم سرعتش 600 مایل بر ساعت. پس این آیتم 100% میرسه به گوست رایدر. دوام در برابر عوامل مختلف که اونو باز هم گوست رایدر میگیره. به چه دلیل؟ یه مثال بخوام بزنم اینجوریه که هالک توی فضا میمیره. در اصل بخوام بیشتر توضیح بدم، هالک توی نبود اکسیژن و کمبود اکسیژن میمیره. که شاید بگید اه گفتی هالک نمیمیره که. آره آقا، هالک رو عواملی که انسانی باشه، سلاحی باشه و اینا نمیمیره، ولی اکسیژن یه چیز جدا و خاص و ویژه‌ایه که اگه نباشه خب هالک میمیره ولی گوست رایدر نه. و توی عدم تشعشعات گاما هم هالک یه جوری میمیره و تبدیل به بروس بنر میشه کلا. پس دوام در برابر عوامل مختلف قطعا به گوست رایدر میرسه و توش هیچ بحثی نمیمونه. آیتم بعدی آیتم هوشه. باید بهتون بگم که این آیتم به هالک نمیرسه بازم. حالا به چه دلیل؟ آقا قضیه از اینجاست که بروس بنر آیکیوش خیلی بالاه و همتون میدید یکم از تونی استارک پایین تره، ولی خب
میدونید که وقتی که هالک تبدیله، بروس بنر نمیتونه بهش کمکی کنه یا بهش توضیحاتی رو بده و هالک فقط خودشه وقتی که تبدیل میشه. و طبق آیکیو که من تونستم در بیارم از دیتابیس ها، عدد آیکیو هالک 99 و گوست رایدر خالی 120، جفتشون آیکیو های بالایی ندارن ها، ولی خب گوست رایدر بازم از هالک بیشتره. این پرانتز رو باز میکنم، اگه بروس بنر باشه قشنگ تو آیکیو شکست میده عین چی گوست رایدر رو، ولی خب وقتی که هالک آیکیوش میاد پایین. آیتم بعدی طول عمره که من این آیتمو میخوام برابر بدم، به این دلیل که جفتشون میتونن تا ابدیت زنده بمونن و روی زمین دیدیم که هالک آخرین بازمانده زمین شد و تا ابد و یک روز زنده موند و همینجور گوست رایدری که با شیطان قرارداد بسته و تا ابد و یک روز یه جورایی میشه گفت سرباز شیطانه و نمیمیره، خلاصش که راحت از این موضوع. پس آیتم طول عمر یه جورایی برابره. آیتم بعدی خشمه که خب همه تون میدونید که اصلا بحثی نداره. آیتم خشم میرسه به هالک، به خاطر که هالک موجود واقعا عصبانیه و وقتی که تو حالت خشمش میرسه دیگه هیچ کس نمیتونه جلو دارش بشه. نمونش توی کامیک هالک علیه انتقام جویانی که توی دوتا ویدیو اخیر هالکی که دادیم اونطورسید ببینید که میزنه به سیم آخر و همه رو میکشه، دیگه هیچ کس حتی اعضای اونجرز هم براش اهمیتی ندارن. هالک توی اوریج خشمش خیلی بالاست قدرتش، ولی وقتی به ماکسیمم خشم میرسه دیگه گوست رایدر نمیتونه جلوشو بگیره. و بعدی آیتم شجاعته که میرسه به گوست رایدر، به این دلیل که هالک همونطور که گفتم آیکیو زیاد بالای نره و هالک موجود خودخواهی و خیلی نمیاد به کمک بقیه و جان فشانی در برابر بقیه ما زیاد ندیدیم که توی کامیکا انجام بده. و میگم بازم هالک کاراکتر خودخواهیه، ولی خب گوست رایدر آیکیوش بالاتره و یه جورایی خودش و پشتش جانی بلیزه که این اتفاقو براش رقم میزنه که فداکاری هم اگه لازم باشه انجام بده. پس این آیتم میرسه به گوست رایدر. آیتم تجربه رو من فکر کنم اونجا یادم رفت که باید بهتون بگم که بچه اونم به گوست رایدر میرسه، به این دلیل که گوست رایدر تجربه همه گوست رایدر قبلی رو گرفته و الان شده گوست رایدر و تجربهش توی جنگ خیلی بیشتره تا هالک. آیتم بعدی آیتم سلاحه که آیتم آخرمون هست و خب همه شما بدونید که بروس بنر آیتم سلاحی نداره و مطلقا نمیخوام سر این موضوع بحث کنم و این آیتم میرسه به گوست رایدر. درست شنیدید. حالا به جنبندی آخرش برسیم. الان میاد بگید که خب آجی جز یا آیتم قدرت فیزیکی که هالک برد و یا آیتم طول عمر که برابر بودن، خب یه جوری همه رو گوست رایدر زد. آره درست زد. حالا من میخوام به مقایسه منطقی برسم. اولا اینکه تو کمبی فکر کنم دو سه بار با هم دیگه فایت دادن، یه دونه اینکه ورد وار هالک فایت داده با گوست رایدر که اونو ورد وار هالک زده، یه دونه هم گوست رایدر از زمان قدیم هستش که با هالک عادی ما فایت میده و هالک اونو نابود میکنه و خب باید بهتون بگم که گوست رایدر اصلی اون نیست. و در نهایت اگه بخوام به جنبندی برسم، اگه که هالک به مکسیموم، یعنی مکسیموم خشم خودش برسه، چیزی که دیگه خیلی فول باشه، واقعا اون تشعشعات و انفجار اشعه گاما نمیتونه به نظر من کاری کنه که گوست رایدر ببره. اما خب گوست رایدر چون نامیرای، گوست رایدر فقط شکست میخوره، ولی خب در حالت بیس در نظر بگیریم گوست رایدر پاره میکنه از نظر من هالکو و تو سطح‌های بالاتر هم حتی گوست رایدر میزنه. میگم توی این مقایسه که ما داریم نسخه معمولی این دوتا رو در نظر میگیریم، اگه که قراره برنده‌ای داشته باشه اون گوست رایدره و میگم در 1% که کامیکا خیلی کم نشون میده و دیگه مکسیموم هالکه، گوست رایدر شکست میخوره از هالک. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، به ازتون منطقی بود. من با اثبات کامیک و اطلاعاتی خودم داشتم و دیتابیس اومدم و این اطلاعات رو جمع کردم و براتون گفتم. امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید و همین دیگه. اگر حرف اضافه‌ای نمونده تا ویدیوی دیگه، بدرود.